بله، بریم سراغ آقای سیاوش عبستا ببینیم که ایشون برای ما چه مسائل و بکری دارن که در این برنامه از ازشون استفاده بکنیم و از اطلاعاتی که دارن. بنابراین این توصیه اومدن دیگه، به حال میخواستم یه مسئله دیگه رو مطرح بکنم. درودی بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز، درودی گرم. درود بر شما استاد ویروس شریف‌شاهی. من در ابتدا میخوام واقعا این اندوه بزرگ رو به شما و خانواده گرامی، یعنی اندوه خودمون رو با اندوه شما مشارکت بگذاریم و همدردی های آرام بخشانه رو پیشکشتون بکنم. بسیار دشوار و سخت است این قضیه که برای شما رخ داده، فرزند دلبند و ناظرین که یک نابغه بود واقعا، جاش خیلی فاجعه. ما به یاد او سه شم اینجا پشت سر من روشن کردیم آقای شریف‌شاهی به یادش، چون ما بر این باوریم که فرقه ایزدی انسان همواره پایدار و ماندگار هست، مثل نوریست که از توی پروژکتوری میاد بیرون، تن فرسوده شده، تن میره زیر خاک یا سوزانده میشه، ولی فرقه ایزدی که بهش روح میگیم، روان میگیم، و به ویژه عمر خیام نیز به این باور داره، در جهان غرب شرق هم بهش باور دارن، میگن تناسخ بقا. روان فرزند نازنین و دلبند شما پایدار و جاودان است و در چهره کودک خردسال به جهان خواهد آمد و پردیس و بهشت و زندگی خوب در اینجا دنبال خواهد کرد، در همین جا که هم بهشت است و هم جهنم. ولی برای شما، برای ما اندوکین هست در گذشت یک عزیزی، یعنی پدری نظارگر رفت فرزندش باشه. من یک بار دیگه هم در دیای آرام بخشانه خودم رو به شما و خانواده گرامی پیشکش کنم. بسیار سپاسگزارم. در طول یک هفته گذشته انقدر گریستم که در حال نور چشم الان کم شده، ولی به هر حال امیدوارم که دیگه اینجور حوادث رو من نبینم، برای اینکه بسیار همطور که میگین دردناک بود، چون پسر بسیار گلی داشتم. بله، همیشه خوبها و زیبایی ها چون گل هستند. آقای شریف‌شاهی که گلها زودتر از خارها میرند شوربختانه. واقعا از اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میخوام که همون دوتا رو بیشتر در این هنگام به شما بده، توانایی رو، توانایی پایداری، شکیبایی رو در رابطه با آنچه که بسیار سنگین است که هیچ کس نمیتونه توصیفش بکنه. برای شما استاد نازنین، بسیار سپاس. با مسائل روز جهان بحث کنیم، ببینیم که چه مطالب جالبی شما در اختیار دارین که در این مدت 20 دقیقه‌ای که اینجا داریم بحث کنیم، ببینیم در این رابطه. جناب شریف‌شاهی، من خبر خوش ملت ایران دارم و برای جهان. اون خبر خوش به شرطها و شروطها که میشناسیمش واقعا، شرط داره اگر مردم ایران و نیروهایی که با رژیم جمهوری اسلامی 43 سال در جنگ هستند، در جنگ هستند، نه که اراذل اوباشی که الان اومدن با یک صفحه نمیدونم کجا چیکار کردن مدعی مبارزه و نبرد هستند، نیروهای مقاوم و پایدار و جنگاوری که 43 سال با این رژیم جنگیدن، حالا یا 42 43 سال، امروز من میخوام به همه اینها بگم که با این به میدان آمدن شاهزاده پهلوی، ایشون تا حالا بیش از 150 تا سخنرانی کرده های شهر شدید و بحث و اینها. خود ما ها در هنگامی میگفتیم که این یه حرف زدن کافیش باید که عمل کرد، ولی دفتین رضا پهلوی همیشه عمل هم پیشنهاد کرده، اما شوربختانه دشمنان نگذاشتن که پیش بره. امروز من میخوام به شما بگم آقای شریف‌شاهی، فیروزی پشت در خانه ایران به کمین نشستن، ولی شرطشون، ببینید، چون من بدون رو درواسی صحبت میکنم همیشه و اطلاعاتی رو که دارم با مردمم در میان میگذارم،
و تقیه بکنم و پنهانکاری بکنم و زیرابی حرف بزنم نیست. آقای شرفی، عربستان سعودی به عنوان جنگ و درگیری که با جمهوری اسلامی داره از زمان محمد رضا شاه تا الان، که شما اشاره کردید به همین مسئله نیکسون، نیکسون وقتی که با محمد رضا، از این برای من فرمانی میخوام به همه دوستان میگم، من نمیگم محمد رضا شاه، به خاطر اینکه محمد رضا شاه مثل خیلی ها نام خودش رو عوض کرده، اسمش آریامهر، ایشون شاهنشاه آریامهر است. هر که بگه محمد رضا شاه تازی تازی پرست هست و برخلاف میل و اراده پادشاه عمل. شاهنشاه آریامهر با نیکسون ساخت، کمکش کرد که ایشون رئیس جمهور امریکا شد و میدونیم که همون جنجال و بمبولی هم که روس‌ها تو ایران را انداختن که 3 تا دانشجو کشته شد در اون سال و روز دانشجو از مزخرفات و چپ و بازی ها، همین برای این بود که پادشاه به نیکسون نزدیک نشه و با هم متحد نشد. اما خوشبختانه نیکسون بسیار صمیمانه با پادشاه همراهی کرد و ایران رو تبدیل کرد به ابرقدرت مندر. بعد انگلیس هم همونطور که شما الان با مهربانیار جناب آقای دکتر رزمارا میگفتید، انگلستان، من سندش اینجا پخش کردم برای شما، یعنی سند رو یک بار پخش کردیم الان قابل دسترسی. الان هم پیش از اینکه پادشاه سقوط بدن به پادشاه گفتن که محمد رضا شاه مثل پدرش به ایران زیاد میاندیشه و با ما کار نمیکنه. و مشکل هم باید داشتن، مشکل 1973 نفته چه مثل مشکلات الان، عربستان سعودی تو دست ماست، ما ترجیح میدیم که قدرت منطقه دست عربستان سعودی باشه تا شاه. بود که ده بار پخش کردم نیکسون رو که بندن برمی میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه، با عربستان سعودی با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چند گفتم برم. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. به خاطر همین حسینی ارشاد رو در شمال با پول عربستان سعودی شمال تهران و مهدی کافی رو در جنوب تهران خیابون امیدیه با پول عربستان سعودی که از پول حج دست مورد در داخل خود کشور اینها ساختن. آقای پرویز ثابتی نازنین هم که درود دارم براش، گفته که نوشته بود که ما نفهمیدیم که یهو چجوری اینا از کجا چند میلیون دلار آوردن اینا رو ساختن. ای کاش این پرسش از من نکردن بهش میگفتن که عربستان سعودی از پولای حج به اینا داد و اینا هم ساختن، همونطور که الان از پولای حج رسته از سات رو پرت کرد. حالا نتیجه این آقای شرفشاهی، عربستان سعودی الان در مشکلات و عدیده گیر کرده از جمله جنگ یمن. ایران با عربستان سعودی در حال جنگ از 7 سال بود. تو این 7 سال پیش تا الان عربستان سعودی تقریبا 1500 میلیارد دلار هزینه کرده، نصف سپردهای خود از بین برده. اونجا هم تو مثل جریان افغانستان زمان اتحاد جمهوری شوروی شده. تا این 7 سال نه اینکه نتونست ایران را بود بکنه، چون جنگ ها چریکی و اینا هست، اینها حتی موفق شدن که صدها موشک، تو من اخبار رو دنبال میکنم، اخبار عربی رو، صدها موشک به عربستان سعودی بزنن، ریاض و جده و اینها، و جمهوری اسلامی چون خودش نمیخواست مستقیم وارد جنگ بشه با عربستان سعودی به خاطر وجود مکه و مدینه و اینکه دنیا علیهش میشد، همچنان که دنیای عرب با عربستان سعودی هم زده یمنی ها. حالا این یمن چون شاخ بزرگی برای عربستان سعودی شده، الان عربستان سعودی به هر نحوی شده آماده است که این نظام رو از بین ببره، و چون اکثر اپوزیسیون های خارج از کشور به نسبت من و شما و مهندس امیر شجری عزیزم و اینا بقیه همه عربستان سعودی چون تعمیل میکنه، الان در باز برای این که رژیم ساقط بشه با این شعار. خوب گوش کنید،
الان نظم نوین جهانی اگر میخواد رژیم رو ساقط کنه به هیچ عنوان اسلامی